بسم الله الرحمن الرحیم. سعدیا مرد نیکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبرد. اجازه بدین قبل از همه اصالتاً از جانب خود و وکالتاً از طرف مشران و جرگه شورای ملی افغانستان که تعداد از اعضای مشران و جرگه در مجلس از جمله جناب دکتر صاحب غیرت بهیر بزرگ مشران و جرگه ایجا تشریف دارند و از جانب حوزه انتخاباتی خودم از طرف مردم پنجشیر مراتب تسلیت، همدردی و غمشریکی خود و مناسبت شهادت یکی از فرزندان صدیقی سرزمین، یکی از دانشمندان، یکی از علما، یکی از شخصیت‌های منحصر به فرد در شرایط کنونی افغانستان، شهید دکتر عبدالباقی امین، به خانواده محترمشان، به برادر عزیزشان که همصنفی ما در دوران تحصیل در پشاور بودن عبدالباری امین، به مردم شریف و مجاهد میدان وردک و جمعیت اصلاح افغانستان که اینا عضو رهبری جمعیت اصلاح افغانستان بودند، به صلح‌خواهای افغانستان، به کسایی که به افغانستان می اندیشیدند، به آینده افغانستان می اندیشند، به هویت اسلامی افغانستان می اندیشند، برای ختم جنگ و برای آوردن صلح در افغانستان می اندیشند، برای کسایی که به نهادی نشدن صلح در افغانستان می اندیشند، برای استمرار و برای پایداری صلح در افغانستان می اندیشند عرض بکنم. شناخته که ما از دکتر عبدالباقی امین داشتم، شخصیت دلسوز، صادق، حلیم، متواضع، بردبار، پرتلاش و نهایت شریف و نیک بودن. ما و شهادت از اینا را در شرایطی که افغانستان اشد نیاز به چنین شخصیت ها داره، افغانستان در آستانه یک تحول بزرگ قرار داره، آوردن صلح در افغانستان، متقاعد شدن جناها که از راه جنگ نمی شود، سلطه خدا به افغانستان و به کل مردم افغانستان حاکم ساخت و یگانه راه، راه مفاهمه است و راه مذاکره است. ما در این همچون شرایط نبود دکتر عبدالباقی امینا یک ضایعه بزرگ و کلان می دانم. امیدوار هستم که خداوند لطف بکنه جای از این شخصیت بزرگوار پر بکنه و همسنگرانش، همکارانش، ما و کسایی که امروز الحمدلله زنده هستند بتانند آرمانی را که دکتر صاحب امین در سر داشت و او صلح بود و او امنیت بود و او اتحاد و یک پارچگی مردم افغانستان بود. یکی از خصوصیات بسیار بارز دکتر عبدالباقی امین او دید ملی از او بود، شخصیتی که افغانستان شمول فکر میکرد، کسی که در وجود از او ذره از تعصب و تبعیض دیده نمیشد. به این اساس ما در شرایط کنونی به چنین اشخاصی هم نیاز داریم. متاسفانه یکی از پدیده های شومه که امروز ما با او دست و گریبان هستیم پدیده تعصب و تبعیض است، در پهلوی مداخله خارجی، در پهلوی جهل و نادانی، متاسفانه در پهلوی پدیده های شوم دیگه این پدیده به عنوان موریانه از داخل متاسفانه جامعه ما را از بین میبرد. ما امیدوار هستیم که سایر شخصیت ها و کسایی که راه روا و همسنگرهای از این برادر عزیز بودن این اصل به صورت جدی مد نظر بگیرن. نقطه ای را که ما میخوایم عرض بکنم اوی است که کی قاتل دکتر عبدالباقی امین است. تا جایی که ما معلومات دارم عبدالباقی امین خصومت شخصی با هیچ کسی نداشت. به این اساس ما مطمئن هستم که ایرا از زاویه شخصی
کسی به قتل نرسانده. شهادت ازی هیچ توجیه غیر ازی نداره که کسی در برابر علم استاد شود، کسی در برابر روشنی استاد شود، کسی در برابر صلح استاد شود، کسی در برابر همپذیری و مفاهمه و مکالمه و حل مسالمت آمیز قضیه افغانستان از راه گفتگو استاد شود. در حقیقت دشمنان صلح، دشمنان امنیت، دشمنان افغانستان، دشمنان اسلام عبدالباقی امین به شهادت رساندند. دولت مسئولیت داره که از هر یک از شهروندان افغانستان، اتباع افغانستان تامین امنیت بکنه، مسئولیتشان را تامین بکنه و قاتل و قاتلین و عاملین قتل دکتر عبدالباقی امین شناسایی بکنه، گرفتار بکنه و پابنجه قانون بسپاره. و ما به عنوان یکی از اعضای مجلس سنا و یک شهروند افغانستان تعهد میدم که با استفاده از امکاناتی که به دست داریم در راستای گرفتاری و مجازات قاتلین دکتر عبدالباقی امین انشاءالله از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نمیورزیم. یک بار دیگه به روح ای برادر عزیز و همه شهدای افغانستان درود میفرستم و برای بازماندگانشان صبر جمیل آرزو میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.